دوست عزیز، موضوع ترکیب را ادامه میتیم. خاصیت پنجمش، این خاصیت به نام خاصیت مجموعه ذرایع به بینوم ها میاد میشه. بینوم یا دوهده ها را شما در بخش مطابقت خواندین. اینمی افاده کلن مجموعه ذرایع بشه نشان میده. خب موضوع مورد بحث ما نیست. اگر ترکیب n بالای صفر تا ترکیب n بالای n را بخواین جمع بکنین، نتیجیش میشه دو بنمای n. مثلا سوال است ترکیب 8 بالای 0، 8 بالای 1، 8 بالای 2، 8 بالای 3 تا 8 بالای 8 رفته، نتیجهش چی میشه؟ دو بنمای 8، دو بنمای 8 یا 256 به شکل. اگر ده ترکیب ها علامهشان به شکل متناوب باشه، این منظورم یکی مثبت یکی منفی باشه، هر ترکیب با یک ترکیب دیگه خلاص میشه و نتیجه 0 میشه. شما در خاصیت اول ترکیب خواندین که ترکیب n بالای r با ترکیب n بالای n منفی r مساوی است. به مثلا ترکیب 123 بالای 0 منفی 123 بالای 1 جمع باز منفی هم طرف تا، بالاخره نتیجه چی میشه؟ بدون از اینکه شما فکر کنین مستقیما 0 را از بین گزینه ها نشانی کرده میتونین. ولی کلا از ترتیب و ترکیب مشترک سوال کار میکنیم. یک سوال بسیار ساده است، در کنکور احتمال آمدنش است. ترکیب 5 بالای 2 منفی ترتیب 3 بالای 2 چند میشه؟ خب فرمول ترکیب بفهمین واضح میکنین. 5 فاکتوریال بر 5 منفی 2 فاکتوریال ضرب 2 فاکتوریال منفی. ترکیب 3 بالای 2 3 فاکتوریال بر 3 منفی 2 فاکتوریال ضرب 2 فاکتوریال نداره. چرا؟ او ترتیب است. خب 5 منفی 2 3 فاکتوریال 6، 6 ضرب 2 12، 5 فاکتوریال 120، 120 تقسیم 12 چند میشه؟ 10 منفی 3 منفی 2 1 فاکتوریال 1، 3 فاکتوریال هم 6، 6 تقسیم 1 6، 10 منفی 6 4 به شکل و 2 14 میتونیم. سوال دیگه است، از میان 7 متعلم به چند شکل 3 نفر انتخاب کرده میتونیم؟ ببینید اینجا بر ما نگفته که نفر اولی وظیفی شی باشه، نفر دومی وظیفی شی باشه، یعنی ترتیب از اینا اهمیت نداره. پس از چی استفاده میکنیم از ترکیب؟ بسیار بسادگی، ترکیب 7 بالای 3، ترکیب 7 بالای 3 7 فاکتوریال بر 7 منفی 3 فاکتوریال ضرب 3 فاکتوریال. خب 7 فاکتوریال میتونید نشته کنید، 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 فاکتوریال. 7 منفی 3 خودش 4 فاکتوریال میشه و 3 فاکتوریال هم میشه 6. حالا 4 فاکتوریال با 4 فاکتوریال اختصار میشه، 6 هم با 6 اختصار میشه، 7 5 35 به دست میه. از بین 7 متعلم 3 نفر با 35 شکل مختلف انتخاب کرده میتونیم. از بین 7 متعلم یا شاگرد با چند شکل 3 نفر انتخاب کرده میتونیم؟ به شرطی که یکشان رئیس باشه، دیگیش معاون باشه، دیگیش منشی. اینجا ببینید ترتیب از اینا اهمیت داره. شما بیارین رئیس به جای معاون، معاون به جای رئیس بشانین، طبعا نتیجه یکسان نمی باشه. پس در صورت این از ترتیب استفاده میکنیم، ترتیب یا پرمیتشن 7 بالای 3، نتیجه تن 7 فاکتوریال و 7 منفی 3 فاکتوریال، ضرب 1 3 فاکتوریال نداره. خب این را میتونیم نشته کنیم، 7 ضرب 6 ضرب 5 ضرب 4 فاکتوریال، 7 منفی 3 4 فاکتوریال، 4 فاکتوریال با 4 فاکتوریال خلاص. 6 ضرب 5 30، 30 ضرب 7 210، 210 شکل ای را انتخاب کرده میتونین. سوال چهارم از جمع سوال های کتاب معرف است، از 5 نقطه متمایز مختلف که به استقامت یک خط نباشه، یعنی جداگانه باشه، چند مثلث تشکیل داده میتونین؟ این رو شما اول فکر کنیم، به خاطر تشکیل مثلث آیا ترتیب رأسای از اینا کدام اهمیت داره؟ یک مثلث، خب من باور دارم کلگی میفهم شکلشه، A خب B C، ترتیب رأسای مثلث کدام اهمیت نداره. پس از وقت ترتیبشان اهمیت نداره، از چی استفاده میکنین؟ از ترکیب استفاده میکنین. خب کلش چند نقطه است؟ 5 نقطه. وقتی بخواین یک مثلث تشکیل بدین چند نقطه رو انتخاب میکنین؟ 3 نقطه رو انتخاب میکنین. ترکیب 5 بالای 3، 5 فاکتوریال، 5 منفی 3 فاکتوریال ضرب 3 فاکتوریال که پیشترم ما مشابهش کار کردیم، 5 منفی 3 فاکتوریال 2،
3 فاکتوریال 6 6 ضرب 2 12 120 تقسیم 12 مساوی میشه به 10 نتیجهش 10 بعد است نه خب سوال پنجم سوال نسبتا متفاوت است از حروف A B C D E F چند کلمه چهار حرفی ساخته میتونیم که دو حرف کنار هم قرار بگیرن اولا وقتی شما یک کلمه تشکیل میتین آیا ترتیب حروف در کلمات اهمیت داره نداره با خود فکر کنید مثلا احمد از ای شروع میشه به دی ختم میشه اگر مثلا شما جای دی و ای را تغییر بتین ده مه وار یک چیز میشه آیا عینی چیز است؟ نیست پس ترتیب از اینا مهم است پس بخاطر حل از اینا از چی استفاده میکنیم است؟ ترتیب یک مثلا مسئله دوم وقتی که دو حرف کنار هم میاد دو حرف سه حرف کنار هم قرار میگیره اونا رو داخل یک جعبه قرار میتیم و یک جا در نظر میگیریم دو حرف مثلا فرض کنیم A و B باشه این شما داخل یک جعبه قرار بدیم پس چند حرف جور میشه اینا یک حرف پس یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه پنج دانه به شکل پس چیزی که ما کار داریم چند حرف است پنج حرف است اینا شما وقت کلمه چهار حرفی جور میکنین دو حرف همیشه یک جا حرکت میتین دو حرف یک جا حرکت میتین پس یک کلمه چهار حرفی به کلمه چند حرفی تغییر میکنه به کلمه سه حرفی پس ترتیب پنج بالای سه میشه پنج فکتوریال بر پنج منفی سه فکتوریال پنج منفی سه فکتوریال دو 120 تقسیم دو چند میشه؟ 60 یک مسئله دیگر هم اینجا متوجه باشید این دو حرف که هست بین خودم به دو شکل جای تغییر داده میتونه بعضا میشه قسمت اول A بیای بعضا B بعضا B میشه بعضا A پس ضرب دو نشته میکنیم 120 یعنی شما وقتی چند حرف بخواین یک جا مد نظر بگیرین داخل یک جعبه قرار میتینیش یک مسئله و مسئله دوم اینا هم چون بین خود به دو شکل جای تغییر داده میتونن نتیجه را ضرب دو میکنین یا ضرب دو فکتوریال میکنین به شکل خب ادامه میتیم سوال ششم این هم از سوال های کنکور است از بین چهار مرد و شش زن به تعداد دو مرد و سه زن را طور انتخاب میکنیم که از تیم مردها اولیش رئیس باشه دومیش هم معاون باشه خب ببینید دوستای عزیز اولا شما از بین چهار مرد چند مرد انتخاب میکنین؟ دو مرد اینا از چهار مرد این چهار باشه آرم دو به نظرتان در انتخاب چهار مرد از چهار مرد دو مرد از ترتیب استفاده کنیم از ترکیب معلوم است از ترتیب استفاده میکنیم چون گفته در تیم مردها اولیش رئیس باشه دومیش معاون باشه پس از ترتیب استفاده میکنیم ترتیب چهار بالای دو چی میشه؟ چهار فکتوریال بر چهار منفی دو فکتوریال میشه 22 چهار فکتوریال 24 24 تقسیم دو میشه 12 ایناله از میان شش زن چند نفر انتخاب میکدیم؟ سه نفر از اینجا به نظرتان از ترتیب باید استفاده کنیم از ترکیب یعنی از پرموتیشن استفاده کنیم یا کامبینیشن معلوم است از ترکیب استفاده میکنیم چرا؟ از خاطر که اینجا ترتیبشان کدام اهمیت نداره مقام ذکر نشده که اولی شکاره باشه دومی شکاره باشه از خاطر از ترکیب استفاده میکنیم ترکیب 6 بالای 3 میشم 6 فکتوریال بر 6 منفی 3 فکتوریال ضرب 3 فکتوریال خب 6 فکتوریال 720 6 منفی 3 3 فکتوریال 6 3 فکتوریال 6 6 ضرب 6 خب این اختصار بکنیم 120 خلاصه میشه 20 120 تقسیم 2 6 20 میشه این حاله از تیم انتخابی مردها 12 حالت شد از تیم انتخابی زنها 20 حالت شد حالا این 12 و 20 را که به دست آوردیم با هم جمع بکنیم یا ضرب بزنیم این را بسیار مهم است یاد تماشا درس اول اصل جمع اصل ضرب خونده بودیم ببینیم با تعداد دو مرد و سه زن انتخاب میشه دو مرد و سه زن انتخاب میشه چون اونجا کلمه و آمده و وقتی بیایه از اصل ضرب استفاده میشد نتایج با هم چی میکنی؟ ضرب میزنی اگه به جای کلمه و کلمه یا میاردن مثلا میگفت
دو مرد یا سه زن در اون صورت نتایج با هم جمع میکردیم. چون با آوردن شما 12 و 20 ضرب میزنین میشه 240. 240 به شکل 224 1 2 0 پالوشان. انشالله که موضوع واضح است.